آقای هاشمی چون آدم واقع‌بینی هست یا بود لااقل، الان نمیگم هست، وقتی دید که دولتی کردن به خلاف عدالت منجر میشه به دلیل اینکه فساد درست میکنه، رانتا اعتراضی درست میکنه، شکست مارکسیسم هم خیلی مؤثر بودن اصلاح نظر اینها، چون بزرگترین نمونه دولت سالاری اصلا پاشیده شد و به نظر من ذهنی دیواره ذهنی خیلی رو فرو ریخت، ریختن دیوار برلن، دیوار ذهنی خیلی هم ترک برش فرو ریخت. یواش یواش از سال 64 که ما رفتیم روزنامه رسالت رو تأسیس کردیم و انتقادات صریح میکردیم از سیاست تمرکزگرای دولت، آقای هاشمی تغییرات آرام آرام شروع کرد. دو سازمان برنامه آقای روحانی زنجانی بود، یواشوش تغییر موضوع داد و یه برنامه نوشتن که میرفت به سمت اینکه مردم بیشتر مشارکت پیدا کنن، که آقای موسوی حاضر نشد امضا کنه، امضا نکرد و برنامه تقدیم مجلس نشد. باید که تموم شد برنامه واسه امضا آماده کرد، تقدیم مجلس نشد. حالا که یه سال 67 بعد که عوارض دولتی کردن ذره ذره آشکار شد و رژیم سوسیالیستی شوروی برشکسته شد، اینا یک مدر رفتن تو فکر. مثلا آقای مهاجرانی رفته بود پاکستان و به من گفتش که من رفتم به مصمصری گفتم که اینقدر سخت نگیر و مصمصری به دست بخش خصوصی پاکستان مثلا 40% بخش خصوصی داره میکنه و دوست غیر انتفاعی روش بده. آقای مصمصری بسش جلب تو قابل توجه. بعد آقای مصمصری آقای بزنوی رفت ترکیه، دیدی اونجا بخش خصوصی اتوبان میسازه، ترگوتوزار بود اونجا خصوصی. اینه گفت شما اشتباه میکنید، تمیزی دست خودتون گرفتید، دید دست بخش خصوصی. برای اولین بار سال 65 تو لایه بودجه آقای مصمصری راضی شد بگنجونه که بخش خصوصی میتونه یا اتمام بسازه عوارض بگیره تا سرمایه‌گذاریش مستقیم بشه.